سلام، عرض ادب. امیدوارم حالتون خوب باشه. شما دارید رود رو تماشا میکنید. این قسمت 18 روده. ازتون خیلی خیلی ممنونم. این 6 قسمتیه که ما داریم راجع به موضوع شرم صحبت میکنیم. عنوان این در واقع سری که موضوع شرمه هست تقصیر تو نبود، که عنوان در واقع کتابیه که ما به عنوان منبع داریم برای این سفر ازش استفاده میکنیم. خب اگه در واقع این اولین قسمتی که با این موضوع میبینید، حتما از اپیزود 14 که آغاز این بحث هست آغاز کنید و بعد کم کم به ما بپیوندید. گام سومی که در واقع در مورد التیام به خود باید طی کنیم، اسمش هست خودپذیری، و این موضوع این اپیزود و این قسمته. ما تا الان 2 گام رو در موردش صحبت کردیم، یکی خودفهمیه و بعد خودبخشودگیه و حالا میرسیم به پذیرش خود یا خودپذیری. نویسنده خانم بیولی انگل این فصل رو با این نقل قول و با این جمله شروع میکنه: التیام خود یعنی متعهد شویم که هر چیزی یا هر کسی که هستیم، ضعیف و شکننده، قوی و پرشور، روان رنجور و متعادل، بیمار و سالم، ناقص و کامل، خسیس و سخاوتمند، پیچیده و ساده، طوفانی و آرام، مقید و آزاد، خواهان خود باشیم. خودپذیری پیامد طبیعی خودفهمی و خودبخشودگیه. یعنی وقتی ما اون 2 قدم رو پیش میریم، وقتی میفهمیم که ریشه رفتارهامون چیه و وقتی خودمون رو میبخشیم برای اینکه بهتر عمل کنیم، میرسیم به خودپذیری. و اینم خب دیگه واضحه که خودپذیری توجیه رفتارهای غلطمون نیست، تلاش برای اتفاقا تغییر اساسی اون رفتارهاست. یه وقتی از ما تو سطح خودآگاه به خودمون تذکر میدیم که بهتر رفتار کنیم، بهتر زندگی کنیم، در سطح تکنیک ماجرا. اما وقتی وارد خودپذیری، وارد این مسیر یا این سفر شفقت به خود میشیم، ما نه فقط تو سطح، نه فقط در خودآگاه، بلکه در واقع بنیانهای روانمون، یعنی در ناخودآگاه ماجرا رو تغییر میدیم. و خودپذیری از اون چیزایی که اگه بتونیم در روانمون، در عمق روانمون اعمال کنیم و بفهمیمش، بسیاری از رفتارهامون در سطح و در خودآگاه هم تغییر میکنه. خودپذیری در فشرده ترین تعریف ممکن اینجوری تعریف میشه: با علم به این که کامل نیستم خودم را میپذیرم. با علم به این که کامل نیستم خودم را میپذیرم. و توش اون در واقع خطری که وجود داره در واقع برطرف میشه. خطر این که توجیه رفتارهای غلطمون بشه خودپذیری، یا در واقع دلیل بر استمرار رفتارهای غلطمون بشه، رو از بین میبره. چون ابتدای عبارت اینه که با علم به این که کامل نیستم خودم را میپذیرم. قربانیان شرم در واقع این ویژگی رو دارن، این رنج بزرگ رو دارن که با پذیرش خودشون دچار مشکلن. کار خیلی خیلی سخته براشون که خودشون رو کامل و یک بارچه بتونن بپذیرن. یاد گرفتن از کودکی که قسمت‌هایی از خودشون رو پنهان کنن، حتی از خودشون. یاد گرفتن که انتظارات غیر واقعی از خودشون داشته باشن، و وقتی اون انتظارات غیر واقعی رو نمیتونن، اون انتظارات غیر منطقی رو نمیتونن برآورده کنن، خودشونو تنبیه کنن. و نویسنده توضیح میده یکی از روش‌های تنبیه اینه که اون انتظار غیر منطقی رو غیر منطقی ترم بکنن و دوباره خودشونو تنبیه کنن، و توی چرخه‌ای انقدر این مسیر انتظارات غیر منطقی و تنبیه رو ادامه بدن که در نهایت به تلخ‌ترین نقطه زندگی یک انسان برسن، و اون یأس از خوده و اون مایوس شدن از خوده. انقدر چیزای دست نیافتنی برای خودشون تعیین کنن و انقدر تو این مسیر سرخورده بشن و انقدر خودشون رو سرزنش کنن و دوباره و دوباره این سیکل دردناک رو طی کنن که لحظه ای برسه که از خودشون و از توانایی خودشون برای بهتر شدن مایوس بشن، از خودشون دست بکشن. و این خب خیلی خیلی لحظه دردناکیه. راه خودپذیری اینه که برگردیم به عمق زخممون. همه ما آرزومون، بزرگترین آرزومون اینه که عشق بی قید و شرط رو توی زندگی، توی کودکی تجربه کنیم، یا اینکه ای کاش تجربه می کردیم. این بزرگترین آرزو و حسرت همه کودکانه در همه زندگی.
و راه خودپذیری هم اینه که اتفاقا همین عشق بی قید و شرطی که بهمون داده نشده رو خودمون از خودمون دریغ نکنیم و آروم آروم قدمایی میخوایم برداریم تو این فصل، تو این اپیزود، که بتونیم در واقع این عشق بی قید و شرط رو به یه عمل در زندگیمون تبدیل کنیم، بتونیم واقع بینانه روی زندگیمون کم کم تجربهش کنیم و نتایجش شگفت انگیزه. یکی از چیزهای مهمی که نویسنده میره سراغش اینه که صدای منتقد درونی که بچه‌هایی که قربانی شرم هستن تو ذهنشون دارن رو ارزیابی میکنه، مورد بررسی قرار میده. ما در مورد این یه اپیزود کامل توی رادیو را توی رود با راسی رادیو را هم کم کم میسازیم. توی رود یه اپیزودی ساختیم که اسمش از ذهن وراج، اپیزود هفتم روده. یه کتابیه که اختصاصا در مورد این موضوعه. من توصیه میکنم حتما اون رو هم ببینید. اما حرفای تازه و جذابی هم نویسنده اینجا داره که میتونه خیلی کمک کنه. این صدای منتقد درونی، این صداییه که ما با اون خودمون رو سرزنش میکنیم، شماتت میکنیم، یه صداییه که بررسیش و ارزیابیش و آنالیزش کمک میکنه واقعا این مسیر خود سخت خودپذیری در واقع بهتر طی بشه. از کجا اومده این صدا؟ نویسنده به صراحت میگه با اتکا به بسیاری از پژوهش‌ها و تجربه‌های بالینی، میگه این صدای هر دو والد یا صدای یکی از والدین شماست. یعنی این صدا صدای اونهاست و صدای شما نیست. والدینی که کنترلگرن، والدینی که سلطه‌جوان، انتقادگرن یا مضطرب هستند بنا به دلیلی، این استراب رو به صورت در واقع کنترل، سلطه و انتقاد به فرزندانشون منتقل میکنن. و این نکته بسیار جالبی که نویسنده میگه اینه که میگه گاهی خود شما قربانی این سلطه، اقتدار یا کنترل نیستید. شما شاهد اعمال این سلطه، کنترل یا انتقادید. یعنی مثلا خواهر یا برادری دارید که این داره نسبت بهش اعمال میشه. و نکته اینه که من داشتم با خودم فکر میکردم که حالا مثلا بچه‌ای که یه تنبیه بدنی شده، خب بسیار خشونت سنگینی رو تجربه کرده، ولی نباید غافل بشیم از کسی که، از کودک دیگری که در اون اتاق شاهده این خشونت هست و خودش رو قربانی بالقوه این خشونت میدونه. و از اینجاست که انگار به این نتیجه میرسه که اگر اون معیارهای غیر منطقی رو تیک نزنه، اگر بهترین نباشه، اگر اشتباه کنه، او هم تنبیه خواهد شد. و این انتظار تنبیه گاهی وقتا از خود اون تنبیه دردناکتره. برای همین میخوام بگم وقتی ما به تاریخچه کودکیمون سر میزنیم، خیلی نکته درخشانی رو خانم بیولی انگل میگه. اینکه شاهد چه چیزی بودیم هم مسئله مهمیه. کودک در مواجهه با سوء استفاده هیجانی راهی به جز درونی کردن انتقاد نداره. یعنی عملا نویسنده میگه هیچ کودکی نیست که بتونه اونجا در واقع خیلی آگاهانه رفتار کنه، خیلی بالغانه رفتار کنه و بخواد اون انتقادها رو در واقع به خودش نگیره. همه کودکان در معرض همچین سوء استفاده هیجانی اون رو درونی میکنن. پس خودمون رو استثنا ندونیم، خودمون رو تافته جدا بافته در واقع توی موضوع ندونیم. و این صدای در واقع این انتقادهایی که درونی شده، نویسنده میگه به یک والد درونی شده تبدیل میشه. و این، حالا برسیم به اول بحثمون، این همون صدای منتقد درونیه. یعنی این صدا صدای ما نیست، صدایی که ما باش تربیت شدیم، صدایی که ما باش خودمون رو شناختیم و درونیش کردیم و در واقع همه عمر با خودمون حملش میکنیم. این صدای منتقد درونی این ویژگی ها رو داره. یکی از ویژگیاش اینه، استانداردهای کمالگرایانه و دست نیافتنی تعیین میکنه. ویژگی دومش اینه، بابت کوچکترین اشتباه نکوهشتان میکند. 3. زمانی که اوضاع خوب پیش نرود، حتی اگر تقصیر شما نیست، یعنی شما نقشی توش ندارید، باز هم به طرز دردناکی نکوهشتان میکند. یعنی تو خیلی از قضایا میخوام بگم بچه‌هایی که قربانی سوء استفاده هیجانیان و شرمند، حتی تو ماجرایی که هیچ تقصیری در واقع مواجه، یعنی هیچ تقصیری بر گردن اونها نیست، اونها خودشون یه تقصیر میتراشن.
برای خودشون، یعنی پیدا میکنن و اول با یه شک شروع میشه که نکنه من باعثه، و بعد به یک یقین دردناک میرسن که آره من مسبب همه بدی ها و بدبختی ها و رنج های عالمم. 4. شما رو با القابی مثل احمق، زشت، ضعیف، چاق، بی ارزش یا بی خاصیت صدا میکند، یعنی اینم مهمه. با دیگران و به خصوص دستاوردها و توانایی های آنها دائم مقایسه تان میکند و شما را ناقص میبیند. میبینید این در واقع این که هر کسی مسیر رشد خودش رو میره برای این صدا غیر قابل درکه، غیر قابل قبوله. هر آدمی یک کیس مقایسه است و تو این مقایسه هم همواره شما عقبترید، باختید و شایسته شماتت و تحقیر و تخریب و تنبیهید. 6. شکست ها و کاستی های شما را به رویتان می آورد، اما موفقیت ها یا توانمندی هایتان را یادآوری نمی کند. یعنی تو اون در واقع روایتی، تو اون نریتیوی که شما از خودتون دارید، در واقع این موفقیت ها نیست. و وقتی با یه نفر دیگه حرف میزنید، تازه برای اون آدم عجیبه که این چه روایت یک جانبه منفی گرایانه از خودش فقط داره. 7. ضعف ها را بزرگ نمایی میکند و گسترش میدهد. از لفظ همیشه و هیچ وقت و هرگز استفاده میکند. تو همیشه رابطه ها تو خراب میکنی، تو هیچ وقت عرضه نداری یه کاری رو درست انجام بدی، تو هیچ وقت زندگیت بهتر نمیشه. به اون میدونید این گسترشه، این کاریه که این صدا میکنه، یک ضعف کوچیکو که میشه فکر کرد بهش بهترش کرد، گسترش میده تا انتهای زندگی و راه رو برای بهبود عملا سد میکنه. یه چیزی که خیلی مهمه تو برخورد با این صدا، آنالیز این صداست. یعنی ما این صدا رو بذاریم زیر ذره بین، تماشاش کنیم، ببینیم از کجا اومده، چه ویژگی داره، کی فعال میشه و چه در واقع ظاهری داره و چه جوری اینجوری در واقع میتونیم قدرتش رو و نفوذش رو خودمون کم کنیم. یه نکته مهم اینه که بدونیم این صدا صدای والدینمونه و این صدای ما نیست. یعنی ما باهاش به دنیا نیومدیم، یعنی طبیعی نیست که این صدا رو داشته باشیم. نکته مهمی ها، یعنی اگر شما توی خونه دیگه بزرگ می شدین، ممکن بود با احتمال زیادی با این صدا با خودتون حرف نزنید. و یه نکته مهم دیگه اینه که همه آدم ها با همچین در واقع صدای منتقد تخریبگری با خودشون حرف نمی زنن. یعنی اگر شما بتونید درون جمجمه آدمای دیگر رو ببینید، میبینید که همشون این میزان از خشونت رو نسبت به خودشون اعمال نمی کنن. پس طبیعی نیست، پس ذاتی نیست. مهمه، طبیعی نیست، ذاتی نیست، یعنی ما باش به دنیا نمیم، از بیرون اومده. و وقتی اینجوری نیست، طبیعی و ذاتی نیست، ما میتونیم بررسی کنیم که خب آیا محیطی که من توش در واقع بزرگ شدم، خودم رو شناختم و این صدا اونجا شکل گرفته، محیط سالمی بوده، محیط آگاهی بوده، محیط از نظر عاطفی امنی بوده، آیا فرهنگی که شرایط اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی جامعه‌ای که من درش خودم رو شناختم شرایط طبیعی و نرمالی بوده یا نه. وقتی اینا رو میفهمیم، حالا دیگه اون صدا رو میتونیم آروم بهتر آنالیزش کنیم. یه سوال خیلی 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 مهم که من خواهش میکنم تو هفته آینده تا قسمت بعد بهش فکر کنید اینه که ارتباط شما با خودتون خیلی مهمه. ارتباط شما با خودتون چه شباهتی به ارتباط والدینتون با شما داره؟ به این فکر کن در کودکی، به این فکر، خیلی شبیهه. یعنی حجم شباهت اونجوری که شما با خودتون حرف میزنید همون جوریه که در کودکی با شما حرف زده شده یا شما انتظار داشتید که باهاتون حرف بزنن، شاهدش بودید. و چرا مهمه رو این صدا کار کنیم؟ این هم مسئله مهمیه. نویسنده میگه پژوهش های بالینی نشون میده صدای منتقد بیمارگون تأثیرش روی سلامتی حتی از تروماهای شدید یا محرومیتهای شدید هم بیشتره. و چرا اینجوریه؟ برای اینکه ما زخمامون چطور التیام میدیم؟ ما فقدانهامون رو چطور تسکین میدیم؟ با صدای درونیمون، با ذهنمون. و وقتی اونجا ما دوچار این خشونت نسبت به خودمونیم، منتقد درونی شده ای که همیشه با شماتت با شما حرف میزنه، همیشه در حال قضاوت، سرزنش و پیدا کردن اشتباهات شما و مچگیری از شماست، در فقدان، در رنج
چطور میتونه شما رو التیام بده. و برای همین یه بار دیگه اون فکت رو بررسی کنیم. برای همین خانم انگل میگه پژوهش‌های بالی نشون میده صدای منتقد بیمارگون تأثیرش روی سلامتی از همه سلامت روان و جسم از همه عوامل دیگه بیشتره، چون همه عوامل دیگر رو ما با این صداست که آرام میکنیم، به پذیرش میرسیم و خودمون رو التیمار میکنیم. حقیقت غم‌انگیز دیگه اینه، اینا همه ضرورت اینه که ما باید برای این صدای کاری کنیم، بهش بپردازیم. حقیقت غم‌انگیز دیگه اینه که مهم نیست، پژوهش‌ها نشون میده، فکت‌ها، قصه زندگی هزاران نفر نشون میده که ما هم استثنا نیستیم. مهم نیست چقدر دستاورد داشته باشیم، مهم نیست چقدر خوب ورزش کنیم، مهم نیست چقدر خوب به موقعیت شغلی خوب برسیم یا اینا. اگر برای این صدا کاری نکنیم، هرگز از دستمون، از سرمون دست بر نمیداره و هرگز در واقع اون طعم رضایت رو نمیتونیم بچشیم. همین الان هم که ما در واقع داریم حرف میزنیم، این صدا احتمالاً تو ذهن شما فعال شده، برای دفاع از خودش میگه نه، ما که اینجوری نیستیم، ما که با خودمون خوبیم، ما که با خودشون. بله، البته که شما لحظه های خوبی هم با خودتون تجربه میکنید، ولی تم غالب گفتگوی ذهنی شما چه شکلیه؟ به این فکر کنید و بذارید چند تا سوال بپرسم. یعنی خانم نویسنده این سوالا رو میپرسه که میگه اگه این صدا داره میگه ما اینجوری نیستیم، سری موچشو با این سوالا بگیرید و اگه جواب دو تا از این سوالا مثبته، یعنی شما درگیرشید. آیا برآورده کردن استانداردهایی که برای ارزیابی خودتون به کار میبرید دشواره؟ آیا حق کمی برای اشتباه کردن به خودتون میدید؟ آیا احساس خیلی مهمه؟ آیا احساس زیربنایی شما نسبت به خودتون متأثر از باورهای شما در خصوص درست و نادرسته؟ من وقتی به این سوال رسیدم گفتم خب آره طبیعیه دیگه، ما هر کاری که میکنیم همه اینجوریان که بگن آیا درست بود یا نادرست بود. ولی اینجوری نیست. آدمایی که به هنجارترن، آدمایی که انقدر خوش شانسن که این زخم شرم رو نداشته باشن، موقعیتایی هم تو زندگیشون دارن که فراتر از درست و نادرست بتونن زندگی کنن، میدونید؟ یعنی اون لحظه رو زندگی کنن و همیشه یه خطکش بالا سرشون نیست که درست بود یا غلط بود یا چی، همیشه در حال متر کردن خودشون نیستن. آیا احساس زیربنایی شما نسبت به خودتون متأثر از باورهای شما در خصوص درست و نادرست است؟ آیا احساس شما راجع به خودتون وابسته به میزان برآورده کردن استانداردهای خود یا دیگرانه؟ میدونید ببین همه اینا خیلی طبیعی به نظر میاد. یعنی من وقتی این سوالا رو میخوندم میگفتم خب طبیعیه که تو احساست این باشه که اگه کار خوبی انجام میدی خودتو دوست داشته باشی، ولی خبر بد یا خوب اینه که اینطوری نیست. یعنی احساس یا عشقی که گویا آدم ها میتونن نسبت به خودشون تجربه کنن در شکل سالم و شکل شکوفا کننده خودش، احساس مشروطی نیست، عشق مشروطی نیست، میدونید؟ و این باعث نمیشه دستاوردهاشون کم باشه. آیا اغلب حسرت موفقیت یا دستاوردهای دیگران را میخورید؟ آیا زمان زیادی را صرف نگرانی درباره این موضوع میکنید که کاری را اشتباه انجام داده ای؟ یعنی یک دادگاه ذهنی مدام در ذهنتون در حال برگزاریه که شما همیشه درش محکوم میشید؟ خب این طبیعیه که فکر کنیم همه تو همه موقعیت‌های زندگی شما مقصر نیستید. آیا جای این دادگاه شما را تبرئه‌ام میکنه؟ بهش فکر کنیم. آیا زمان زیادی را صرف ارزیابی عملکرد، ظاهر، توانایی و گذشته خود می‌کنید؟ اگر جواب این سوال‌ها، جواب بیشتر این سوال‌ها، یا نویسنده میگه دو تا از این سوال‌ها مثبته، یعنی یک صدای مرموز وجود و ذهن شما رو تسخیر کرده که دو تا ویژگی داره، طبیعی نیست و ذاتی هم نیست، پس میشه باهاش طرف شد. این نکته مهم اینه که بدونیم این تنها روشی نیست که میتونیم با خودمون حرف بزنیم. روش‌های دیگری برای گفتگو با خود وجود داره و قدم اول خودآگاه کردنه. ببینید یادتونه تو ابتدای بحثمون میگفتم که شرم، یعنی نویسنده میگفت شرم دروغی است که به ما درباره خودمان گفتند. این صدا، صدایی که این دروغ رو مدام تکرار میکنه،
دروغ این که تو بی ارزشی، اون دروغ رو دائم داره با صدای بلند تکرار میکنه. اول پس حالا برای اینکه این دروغ رو بتونیم افشا کنیم، قدرت این صدا رو بتونیم کم کنیم، بیاید در واقع خودآگاهش کنیم. یه سوال مهم اینه، پس یه سوال این بود که رفتار ما با خودمون چقدر شبیه رفتار والدینمون با ماست، خودآگاهش کنیم. دو، در طول روز چند بار این صدا شروع میشه؟ ببینید تو طی روز بعد از دیدن این ویدیو با خودتون فکر کنید، لازم نیست همه حواستون رو بدید، ولی وقتی دارید کارهای روزمره، سر کار، بیرون، تو زندگی عادی کاراتون رو میکنید، جاهایی که این صدا شروع میکنه و اون شماتت و اون صدای آشنای خشونتبار تو ذهنتون آغاز میشه، فقط به خودتون بگید آ شروع شد، همین. یعنی وقتی شروع میکنه، چون همیشه که نیست، یه جاهاییه. در طول روز چند بار شروع میشه؟ و اگه به یه عددم برسید که خیلی دیگه کار بزرگی کردید، نشدم همینجوری حواستون باشه. سوال بعدی، کی و چه زمانی ظاهر میشه؟ نویسنده میگه تجربه من میگه، حالا شما خودتون بعد تو در واقع زندگی خودتون ببینید کجاها سر و کله این صدای قلدر پیدا میشه. نویسنده میگه تجربه من میگه معمولا اینجور وقتا سر و کلهش پیدا میشه. یک، وقتی کار جدیدی رو میخواد شروع کنید، یعنی عدم قطعیت وقتی زیاد میشه، وقتی استراب زیاد میشه، این صداست که انگار کل ذهن رو تسخیر میکنه. دو، وقتی کسی از شما تعریف میکنه، چون با اون باور بنیادی شما راجع به خودتون در تضاد. سه، وقتی به موفقیتی میرسید، چون اساسا خودتون رو شایسته موفقیت نمیدونید، فکر میکنید حتما تقلبی کردید، حتما ماندگار نیست، حتما اینم یه شانسی بوده که اووردید. و چهار، وقتی اولین نشانه های ناکامی و ضعف دیده میشه، یعنی شما یه کاری شروع کردید، یه ذره خب اولش توش خوب نیستید، صدا شروع میکنه که این فایده نداره و نمیشه. یه بار این موقعیت خب برای من آشنا بود، یعنی همین چهار تاست، ولی برای شما هم اگه همینه، ببینید وقتی کار جدیدی میخواد شروع کنید، وقتی کسی از شما تعریف میکنه، وقتی به موفقیتی میرسید و وقتی اولین نشانه های ناکامی رو میبینید، این صدا فعال میشه. چقدر این صدا تو زندگی ما و شما اثر گذاره؟ تقریبا تو همه موقعیت‌های مهم و سرنوشت‌ساز سر و کلهش پیدا میشه و باعث میشه ما نتونیم اونجوری که لازمه لذت ببریم، اونجوری که حقمونه از اون موقعیت، یا اونجوری که لازمه مبارزه کنیم. و ببینید وقتی این دوتا رو از یه آدم بگیرن، خب یه زندگی آروم آروم بیروح میشه. یه چیز دیگهش که توی کتاب دیگه من میخوندم، تو کتاب گنجزدایی از مغز که توی کتاب باز با سروش در موردش حرف زدیم، اینه که اونجا نویسنده میگفتش که براش اسم بذارید، میدونید، یعنی یه اسم بذارید. میتونه مثلا آقا ماشاءالله دوباره شروع کرد، اون اسمه باعث میشه ابهت اون صدا و اقتدار در واقع بلا منازع اون صدا شکسته بشه. یه کار دیگه ای که من تجربه کردم و شما این پشت من میبینیدش، اینه که من کشیدمش، نقاشیش کردم. یعنی اینجوری بود که داشتم به این موضوع، به این صدای منتقد درونی فکر میکردم، بعد شروع کردم نقاشی کردم و بعد یهو مثلا سر و کله این دوستمون اینجا پیدا شد که اصلا اینجوری نگاش نکنین که مؤدب نشسته و اینا، خیلی در واقع خیلی آزار داده منو. بعد در واقع کار که تموم شد، نیلوفر اومد نقاشی رو دید و خیلی چیزا باز شد. مثلا چند تا نکته به من گفتش که از دیده یه آدم بیرونی دیده می شد و یکیش این بود که با وجود همه در واقع ابهتی که داره، یا مثلا چیزی که قصه‌ای که می تونه در مورد من بگه، یه مهربونی هم انگار توش هست. میدونی چی میگم؟ یعنی میخوام بگم رابطه من با این صدا وقتی به این فکر کردم تا حد مهمی تغییر کرد، چون دیدم اساسا وقتی میکشیمش میبینیمش که این صدا اولا شباهتهایی داره به داستانهای گذشته ما، دومن این که هدفش تخریب ما نیست، میدونید؟ یعنی هدفش این بوده که ما رو زنده نگه داره، هدفش این بوده که ما رو سرپا نگه داره، هدفش بقای ما بوده، هدفش، نیتش نیت خوبی بوده، به روش بدی انجام میده و این میتونه رابطه ما رو با این صدا متفاوت کنه، نه اینکه بخوایم سرکوبش کنیم، اینکه بفهمیمش و خیالش رو راحت کنیم. از نیلوفر گفتم، اینم بگم، البته خودش دوست نداره، ولی ما رود رو با هم داریم میسازیم و من ازش خیلی خیلی ممنونم، هم تو انتخاب موضوع، هم تو محتوا، هم تو اجرا، هم تو همه اینا کنار منه. و نه فقط در رود، الان داره میگه نگو، ولی نه فقط در رود، در کل آن چیزی که در واقع تولید میشه، روح و قلب مهربان این انسان هست.
و ازش خیلی 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 زیاد ممنونم. بریم سراغ ادامه بحثمون. یه چیز دیگه اینه که داریم آنالیز میکنیم صدا رو، میذاریم زیر ذره بین و در واقع سر از کارش در میاریم. اون اینه که باش گفتگو کنیم، ببینیم در واقع کجاها پس فعال میشه و بعد ببینیم بعد از اینکه فعال میشه چه اتفاقی درونمون میفته. پس تا الان یه بار بحث مرتب کنم، چند بار در طول روز میشنویمش، کیا فعال میشه، یه اسم براش بذاریم و بکشیمش، یعنی بهش فکر کنیم، باشه گفتگوی درونی کنیم و چیزی ظاهر میشه که اون از اون چیز مبهم، از اون صدای ترسناکی که تو مغزمون میشنویم خیلی قابل مواجهه تره، مثل این دوستمون. و باور نمی کنم وقتی به این نگاه میکنم انگار خلاص شدم از یه قسمت زیادیش. تجربه کنید، این رو کمک میکنه. و بعد اینه که ببینیم این چی رو فعال میکنه، مار پیچ نیرومند شرم رو، یعنی این صدا به کجا وصل میشه که یهو اونقدر احساسه، چرا اونقدر آسیب پذیریم مقابل این صدا، میدونید؟ و اون فرایندی که داریم کلن طی میکنیم به صورت طبیعی قدرت این صدا رو میتونه کم و کمتر کنه. یه کار دیگه ای که میتونیم بکنیم، یعنی منظورم خودفهمی خودبخشودگیه، بدونیم که خودفهمی خودبخشودگی یک بار انجام نمیشه، بارها و بارها باید انجامش بدیم، بارها و بارها باید خودمون رو بفهمیم، خودمون رو ببخشیم که بتونیم بپذیریمش. یعنی منظورم اینه که اون مارپیچ شرم وقتی فروکش میکنه، اون گردباد شرم وقتی از حرکت میایسته، که اون دوتا قدم رو مدام برداریم. یه چیز دیگه‌ای که میتونه کمک کنه روشن کردن میکروفون کودک. خب این مهمه که ما سه تا بخش داریم انگار توی وجودمون، استعاره است، کودک، بالغ و والد. و وقتی این صدای والده گفتیم، بالغ در واقع بخشی از ماست که میتونه اتفاقا به ما انتقاد کنه، ما رو در واقع بهمون فیدبک بده، ولی اون تخریبگرایانه نباشه، میدونید؟ و برای اینکه بالغ ظهور کنه کودک باید صدا داشته باشه. یعنی وقتی این صدا شروع کرد، شما با بالغمون میتونیم میکروفون کودکم روشن کنیم و ببینیم اون چی میگه. قرار نیست به حرف یکی از اینا گوش کنیم، قراره کودک هم در وجود ما و در ذهن ما صدا داشته باشه. میکروفونی که مدت‌ها سال‌هاست قطع شده قرار دوباره وصل بشه و خود این در واقع هم‌آمیزی، این که اون کودک هم نقش داشته باشه، باعث میشه انتظاراتمون منطقی تر بشه، گفتگومون با خودمون مهرورزانه تر بشه و این البته نیاز به تمرین داره. یه چیز دیگه اینه که منطقی کنیم انتظاراتمونو. در طی روز، در طی هفته ما مدام برای خودمون انتظاراتی تعیین میکنیم و نویسنده یه فرمی رو پیشنهاد میده و اون اینه که به خودمون بگیم با توجه به این واقعیت که میتونیم یه چیزی بنویسیم، منطقی نیست که یه چیزی بنویسیم، منطقی تر این است که یه چیزی بنویسیم. سه تا جای خالی بود. مثالش چیه؟ میگه مثلا ما وقتی در مورد شرم آگاه میشیم و یک والدیم، خب شاید همون لحظه بخوایم کل رفتارمون رو تغییر بدیم، اما این زمان میبره. منطقی ترش چیه؟ با توجه به این واقعیت که مثلا والدینم از من خیلی انتقاد میکردن، منطقی نیست که من یهو نسبت به فرزندانم اصلا انتقاد نکنم. منطقی تر این است که نسبت به رفتارم آگاه تر باشم و به تلاشم برای انتقاد نکردن ادامه بدهم. میدونید این در واقع چارچوبیه که به عمل میرسه و باعث بهبود میشه بدون اینکه انتظارات غیر واقع بینانه باشه. یه چیز دیگه ای که نویسنده میره سراغش و جالبه، راجع به خودپذیری داریم حرف میزنیم. نقد ایده سراپا خوب بودن و سراپا کامل بودنه. میدونی این ایده ای که اکثر ما باهاش بزرگ شدیم، یعنی اون هیروهایی که، اون قهرمانهایی که، یا اون الگوهایی که ما باید در واقع تو زندگیمون داشتیم و باید بهش تبدیل میشدیم، در واقع انقدر کامل بودن و ما باید به سمت اون سراپا خوب بودن میرفتیم. این چیزی که از کودکی در ما کاشته میشه و بزرگ میشه و ما دائما سرخورده میشیم، انقدری که اساسا قید خوب بودن رو کلن میزنیم، چون با در واقع در نسبت با اون در واقع معیار دست نیافتنی همواره خودمون رو دچار ضعف، دچار زشتی و بدی میبینیم. هیچ کس نمیتونه همیشه خوب باشه و نکته مهم اینه که هیچ کس نباید همیشه خوب باشه.
یک انسان بهنجار انسان نیست که خوب دائما. یک خوبی مطلق همونجور که تو بحث سایه گفتیم اینجا هم بهش اشاره میکنیم، یک تاریکی بزرگ رو پشت خودش پنهان کرده. مهمه این. همه ما گاهی احساس حقارت، خودخواهی، عصبانیت یا حماقت میکنیم و اونایی که درگیر اینن که سراپا خوب بشن، به خاطر اینکه این پیام رو در کودکی گرفتن که باید اینطور باشن، درگیر یک مأموریت غیر ممکنن و اون یأس از خود بود که توضیح دادیم، جایی که انسان دیگه مأیوس میشه از خودش. اون در واقع پدیده ای که احتمال زیاد رخ میده تو این مدل زندگی کردن. پژوهش‌های بسیاری نشون میده که افرادی که قربانی شرم هستند بیش از حد و به گونه افراطی تلاش میکنند اخلاق مدارانه زندگی کنند. این خیلی مهمه. شاید فکر کنیم یک چیز خوبیه. نه، چیز خوبی نیست. جلوتر کمی بازش میکنم. ببینید اینجا خوبه که یه ذره روی مفهوم گناه تمرکز کنیم. ببینید در واقع نویسنده در مورد یک مرجع اون صدای درونی بود. اون صدای درونی گاهی وقتا یه حالت متافیزیکی هم داره، یعنی انگار یک الوهیت مجازات کننده متعصب و سختگیر درونی شده و تو موقعیت‌های مختلف در واقع اون صدا رو ما داریم میشنویم و از ما میخواد که سراپا خوب باشیم تو همه موقعیت‌ها. این اتفاقا ضد هدفشه، ضد هدف اصلیش برای در واقع بهبود خیشتنه. چون گفتم ما تو این مدل زندگی خیلی سریع به یأس از خود میرسیم. یکی از تجربه‌های تاریخیش تجربه کلیساست و آن چیزی است که در واقع قرن‌ها در جهان تحت سیطره کلیسا رخ داد و قطع ارتباط انسان‌ها با معنویت، با خودشون و با خوبی بود. یعنی یک شر مجسم در دنیا تحقق پیدا کرد. یکی از مثلا ایده‌ها ایده گناه ذاتی بود که معلوم نیست اصلا از کجا سر و کلش توی آموزه‌های کلیسا پیدا شد که انسان به واسطه اینکه اساساً به دنیا میاد گناهکاره و به واسطه این که از بهش، به واسطه اون کاری که بابا آدم کرده تو این اسطوره، اون سیب خورده و پرتاب شده به زمین، گناهکاره. و بعد این جلوتر رفت و این گناه انقدر زیاد شد که سعی کردن التیامش بدن، گفتن پس مسیح اگر به صلیب کشیده شد برای این بوده که این گناه رو در واقع کفارش رو بده. و خب این اصلا احساس گناه آدم رو کم نمی کنه، چون انسانی که انقدر تقدیسش میکنن و ارزشمنده و دوستش دارن، به خاطر اونها این به طرز فجیعی کشته شده برای اینکه اونها احساس گناه نکنن. این احساس گناه مضاعف میده به آدم ها. میخوام بگم این ایده احساس گناه وقتی تو تاریخ الهیات نگاه میکنیم میبینیم رد پای خیلی تلخی رو تو تاریخ بر جا گذاشته و کارهایی که میکنه. مثلا وقتی تو در یک گناه ذاتی به دنیا میای، دیگه چطور امکان بهبود داری؟ چطور امکان صلح با خودت برای بهتر شدن رو میتونی داشته باشی؟ میدونی چطور امکان تجربه معنا رو میتونی داشته باشی؟ چیزی که میکنه، چیزی که باعثش میشه اینه که فقط انسان رو به یک ابژه، به یک موجود منفعل و قابل کنترل تبدیل میکنه. این احساس گناه مدام، وگرنه فایده‌ای برای مسیر معنوی و رشد و تعالی آدم‌ها قطعا نداره. باعث این میشه که زندگی چیز گناه‌آلودی بشه، کما اینکه قرن‌ها در واقع تاریخ سیطره کلیسا شد. وقتی تو تبعید میشی، مثلا همون ایده بابسی با اینا، وقتی تو تبعید میشی میای اینجا، دیگه اینجا خانه نیست، این زمین خانه نیست، تبعیدگاهه و ما مواظب خونمون هستیم، اما زندانی که درش میدونید اینجاییم و خود بودنمون گناهه تو این زندان، جایی نیست که بخوایم مواظبش باشیم. و زندگی اساساً چیز آلوده پلشتی میشه با این نگاه. یعنی میخوام بگم ببینید یه ایده کوچیک چطور وقتی تو عمق روان ما میشینه در تاریخ، چطور باعث یک عالمه اتفاق میشه. و مهمه که به عمق بریم و ایده ها رو اونجا ببینیم. نویسنده میگه بچه‌هایی که دچار شرمند تقصیر رو بر گردن خودشون میبینند، ولی و آموزه‌های متعصبانه و غلط و بی‌پایه هم این نگاه رو تشدید می‌کنه. یعنی مستعد اینن که این ایده رو، این ایده در واقع مفهوم گناه به این شکل رو بپذیرن.
میدونید اینم نکته مهمیه و مسئله در تمام عمر برای این بچه ها مسئله تطابقه. مسئله اینه که آیا مطابق اون الگوی سراپا خوب، اون نسخه سراپا خوب رفتار میکنن یا نه، میدونید. و چون این مأموریت غیر ممکنه، اساسا قید مسیر رشد رو میزنن برای خودشون. این چیز مهمیه. نویسنده به یونگ اشاره میکنه. یادتونه ما اصلا بحث شرم رو به خاطر سایه شروع کردیم، یعنی رفتیم اپیزود 13 رود، اسمش هست مواجهه با سایه. من خیلی توصیه میکنم اون رو به عنوان مکمل این بحث ببینید. ما رفتیم سراغ سایه و بعد رسیدیم به کودک و بعد شرم رو شروع کرد و باز دوباره بحث سایه رو، چون شما گفتین، حتما ادامه میدیم و مهمه. ولی نویسنده خیلی عجیب بود برای من که اینجام میره سراغ یونگ و سایه و در مورد این ایده حرف میزنه که ما تعریفمون از اخلاقی بودن تعریف غلطیه. ما دنبال کامل بودنیم، دنبال سراپا خوب بودنیم، در حالی که تعریف منطقی تر با شناختی که از انسان داریم یک پارچگیه، تمامیته. ما میدونید قرار نیست وقتی ما خصوصیتی رو میرانیم از خودمون و کاملا تبعید میکنیم به ناخودآگاهمون، اون از بین نمیره، اون به سایه، به یک شخصیت ثانویه پنهان تبدیل میشه و اتفاقا بدون اینکه بدونیم بسیاری از رفتارهای ما رو اون سایه رقم میزنه. یعنی اون چیزی که همیشه سعی کردیم پنهانش کنیم اتفاقا داره تقدیر و زندگی ما رو رقم میزنه. چقدر تو فرهنگ ما حافظ، مولانا راجع به ریاکاری حرف زدن. چقدر مهمه یاداوریش. چقدر مهمه که بدونیم که فرهنگی که ریا میکنه و چیزی رو به پستو میرانه اسیر همون چیزی میشه که به پستو رانده شده. و این قانون روان انسان، قانون ناخودآگاه فردی و قانون ناخودآگاه جمعیه. این قانونی که بر جوامع حاکمه. باید تعریفمون رو در واقع از کامل بودن تغییر بدیم. این نکته مهمیه. احساسات اطلاعاتند. احساسات بد و خوب نیستند. احساساتی که در طی روز تجربه میکنیم نیست که این بده یا خوبه، دارن به ما اطلاعات میدن. ما وقتی بخشی از احساساتمون رو ممنوع میکنیم یا میخوایم تجربه نکنیم، عملا بخشی از مهمی از اطلاعات رو از خودمون داریم دریغ میکنیم. یه نکته مهم اینه دوستان، رازهایی که هر انسان به اندازه رازهاش بیماره و ما خیلی راز داریم، رازهایی که به خودمونم نمیگیم. قرار نیست اون رازها رو به کسی بگیم، ولی با خودمون که دیگه میتونیم رو راست باشیم. اگه احساسی رو تجربه میکنید، اگه مثلا خشم عجیبی رو نسبت به کسی تجربه میکنید، پنهان کردن این و سراپا خوب به نظر رسیدن و آرام به نظر رسیدن موضوع رو حل نمیکنه. این راز باید از پستو بیرون بیاد و اینه که باعث میشه به شکل بهتری تبدیل شه. آیا اون خشم موجهه یا نه؟ ریشش چیه؟ دلیلش چیه؟ اینجوری میشه از سیطره اون خشم پنهان آزاد شد. وگرنه من اون خشم رو پنهان میکنم و در تمام رفتارهام با خودم، با دیگری و با دنیا اون خشم بروز داره بدون اینکه بدونم. میدونید این خیلی مهمه. این کمک میکنه. نویسنده میگه هر قسمتی از فرایندی که تو توش تربیت شدی یه قسمتی از تو رو دزدیده و برچسب ممنوع بهش زده. از هر چی که بزرگ شدیم اومدیم بالا، هر کسی یه جایی یه قسمتی از وجود ما رو و تمامیت ما رو تصاحب کرده. این بده، این ممنوعه، این دردناکه، این پیچیده است، به این فکر نکن، این قباحت داره، این خوب نیست. دوستان بچه های خوب تاریخ ساز نمیشن. بچه های خوب بیمارند و این رو بیش از هر کسی خودشون میدونند، برای اینکه میدونند چه رنجی رو دارن تحمل میکنند. بچه هامون رو با شعار خوب بودن تربیت نکنیم، با شعار شجاع بودن تربیت کنیم و اون وقت سرنوشت جامعه به شکل مهمی میتونه تغییر کنه. بچه های خوب تاریخ ساز نمیشن، این مهمه. بچه های خوب بچه های سالم و به هنجاری نیستن. این دروغ بزرگیه که به ما گفته شده و این خوب بودن، برای رسیدن به این خوب بودن نباید بخشی از خودمون رو کاملا مثل یک راز انکار کنیم. من حرفم این نیست که همه بدی ها و پلشتی ها و سیاهی ها رو هم زندگی کنیم، نه. حرفم اینه که مواجه شیم باهاش، به عمق تاریکی بریم و با خودمون دیگه راز نداشته باشیم.
با خودمون راز نداشته باشیم. من با دو تا تمرین در واقع بحث رو تموم کنم که در واقع در موردش توضیح دادیم. یکیش آنالیز اون صدا بود، اون صدای منتقد درونی. برای رسیدن به خودپذیری اون صدا مانع مهمیه، اون صدا نمیذاره ما خودمون رو بپذیریم. مهمه بدونیم از کجا اومده، کیا فعال میشه، چی رو در ما فعال میکنه، به شکل بدیم، بنویسیمش، میدونی اسم بذاریم براش. اینا همه خیلی مهمه. و دومی، تمرین دوم رازه، در مورد راز هاست. به این فکر کنیم با خودمون در یک هفته آینده هیچ رازی نداشته باشیم، یعنی سر و کله هر چیزی که پیدا شد بهش فکر کنیم، بهش توجه کنیم. آلن دوباره این جمله داره خیلی خوبه، میگه خیال مقدمه عمل نیست، توجه مقدمه عمل نیست، خیلی وقتا جایگزین عمله. یعنی اینکه شما به چیز بدی توجه میکنید در وجودتون مقدمه نیست که بدون انجام بدید، گاهی وقتا دلیل این که انجامش ندید. خب پس توجه کن، در یک هفته آینده با خودمون هیچ رازی نداشته باشیم، بذاریم هر چیزی که بد، ناپسند، نابهنجار، زشت، قباحت داره، هر چیزی که هست در وجود خودمون تجربهش کنیم. اینا اطلاعاتن در مورد خودمون، محروم نکنیم خودمون رو ازش و فکر نکنیم پرداختن به این باعث میشه آدم بدی بشیم. همش در خدمت اینه که آدم بهتری بشیم. این پایان بحثمونه برای خودپذیری. دوباره هفته آینده بحث رو ادامه میدیم. خیلی 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 ممنونم که ما رو دیدید و شنیدید.